پیدا کنیم. شاهزاده سلام من رو بپذیرید. وقت شما در شهر پاریس خوش. درود بر شما، درود به همیهنان عزیزم. اجازه بدید در نخستین سوال ازتون در مورد موضع‌گیری رسمی شما در خصوص کلیات تفاهم یا به عبارت بهتر توافق انجام شده بین قدرت‌های بزرگ و نمایندگان جمهوری اسلامی برای مهار فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای مقامات تهران سوال کنم. بله، البته از زوایای مختلف میشه مسئله رو نگاه کرد، ولی در اولین بودش که اهمیت این که این قرارداد با منعقد شدنش جلوی خطر یک برخورد نظامی با ایران رو گرفته، از این لحاظ باعث خوشنودی است. البته در عمل خواهیم دید که تا چه حدی جمهوری اسلامی پابند این قرارداد خواهد بود و به اجرا خواهد گذاشت در جهت شفافیت سازی و در ارتباط با انتظارات معقول جامعه بین‌المللی در ارتباط با پرونده هسته‌ای. شاهزاده شما مؤکداً به مسئله تفاوت بین مصالح نظام و منافع ملت ایران اشاره کردید. این تفاوت رو هم توضیح برای ما بدید و همین که بگید این در واقع توافق به دست آمده، چه تا با هر دوی اینها چگونه در تشریک مساعی یا تضاد قرار میگیره؟ به جالب اینجاست که فراموش نباید کرد که قبل از اینکه نظام بیاد سر کار، ایران یک برنامه اتمی داشت و هیچ کدوم از کشورهای جهان، من جمله گروهی که الان معروف به 5 به علاوه 1 هست، هیچ مشکلی با ایران نداشت، من جمله کشورهای مثل عربستان سعودی یا اسرائیل. من که هدف این نظام خیلی متفاوت بوده و هست از آنچه که قبلا داشتیم، در واقع این عدم شفافیت، کارهای مشکوک جلب توجه جهان رو کرد، مثل ساختن کارخونه آب سنگین که فقط میتونه برای مصرف ساخت یک اسلحه باشه، باعث شد که دنیا نسبت به این مسئله توجه خاصی قائل بشه، که خب داستان درازی است که ما رو رسون به مرحله‌ای که الان هستیم. خب از دید منافع ملی رژیم همیشه سعی کرده که مسئله اتمی رو به عنوان یکی از به قول معروف حقوق مردم و اینجور مسائل در واقع مطرح بکنه، ولی این حق رو خود این نظام باعث شد که مردم ایران از دست بدن با کارهایی که انجام داد. این حق رو مردم ایران داشتن، بنابراین این در واقع صحنه سازی و این موضع‌گیری‌های نظام برای مصرف داخلی از دید تبلیغاتی و شستشوی مغزی یک بازی بیشتر نبود، اونم در جهت مصالح خودش. ما که مسئله رو صرفا از دید منافع ملی کشورمون ببینیم، به هر حال باعثی بدونیم که عملکرد این نظام لطمه زده به این منافع ملی از نظر آنچه که به هر حال دنیا قبول کرده بود و حق ایران به تکنولوژی به اصطلاح اتم. به هر حال من وارد تاریخ نمیخوام بشم، وارد وضعیت کنونی میخوام بشم. در حال حاضر از دید منافع ملی قضیه رو بخوایم نگاه بکنیم، فراتر از پرونده هسته‌ای که خب این قرارداد به هر حال بهش پرداخته، مسئله بسیار مهمتری است که برای جامعه ایران از دید من اهمیت خاصی داره. یک بخشش مسئله اقتصادی مملکت هستش، یه بخشش هم مربوط میشه به نقض حقوق بشر در ایران و نبودن آزادی‌های سیاسی. و شاید بشه گفتش که این انتظاری است که همیهنان من دارن از جامعه بین‌المللی که صرفاً پس از این قرارداد فکر نکنند که قضیه تموم شده و مسائل دیگری را در نظر بگیرن، کما اینکه بعضی از شخصیت‌های بین‌المللی به این مسئله اشاره کردند، مثل فرض بکنید وزیر دارایی کشور آلمان که مسلما گفته که ما نمیتونیم با کشوری همکاری داشته باشیم در دراز مدت چنانچه همچنان نقض حقوق بشر در اون کشور اتفاق بیفته. خب نشون دهنده این هستش که دنیا خوشبختانه بی تفاوت یا بی توجه نیست، ولی مهم این هست که ما یادآور بشیم که بعد از این مانورها و یه سری به حال پایکوبی هایی که حتما نظام سعی خواهد کرد یه جوری در ایران جا بندازه، فکر نکنن که میتونن به قول معروف سر مردم کلا بذارن. خوشبختانه همیهنانمون هوشیار هستن، دقت میکنن و این چیزیست که واسه جامعه بین‌المللی کاملا درک بکنه که مردم ایران خیلی انتظارات بیشتری از دنیا دارن، نه که دنیا فقط مشکلات خودش رو با جمهوری اسلامی حل بکنه، بلکه متوجه مشکلات واقعی مردم نیز باشن. علی جناب، شما به نوعی سیاست میفرمایید که جمهوری اسلامی سیاست داخلی و خارجی خودش رو از هم جدا کرده، اون جلوه‌ای که مسائل رو در داخل ایران و برای مردم میده با اون تمکینی که در خارج از ایران کرده متفاوت هست. آیا من درست این بخش از گفته شما رو گرفتم؟
خب ببینید، جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده برای مصرف داخلی پیغام داشته باشه، برای مصرف بین‌المللی هم یه پیغام دیگر، و در بسیاری مواقع خب یه تناقضی در مسئله هستش. مثلا فرض بفرمایید که بود حدود 2 ماه پیش بود که در لوزان آقای ظریف اشاره کردن که ما اصلا زندانی سیاسی در ایران نداریم، در صورتی که خب فکر نمی‌کنم کسی در ایران باشه که فکر نکنه که ما این همه زندانی داریم. همین دیروز یا پیروز بود که تعدادی از معلمین رو باز گرفتن و دستگیر کردن. به هر حال میگم گرفتاری های زیادی هستش که حرفی که به مردم زده میشه از یک سو، حرفی که به جهان زده میشه از سوی دیگر. خب این نظام تا بال بازی کرده و دروغ‌های هنگفتی رو گفته. بالاخره یه روزی این مسائل برای همگی روشن و رو خواهد شد. مردم ایران که خیلی زودتر از بقیه فهمیدن اینو، جهانیان هم کم کم میفهمن. شاهزاده، حالا تصور شما اینه که سیاستمداران غربی علی خصوص شهرهای تصمیم گیر یا به عبارتی تاثیرگذار بین المللی تا چه اندازه میتونن با این مسئله کنار بیان و این تناقضگویی در رفتارهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی رو ببینن و متوجهش بشن؟ خب بار اصلی به دوش خود ما هست که به جهانیان یادآور بشیم که در وضعیت واقعی ایران چی هست. این گفتار و این گفتمان رو باستی از یک سو همیهنانمون در داخل به خصوص، خب این کار البته انجام میدن کنشگران سیاسی مدنی کشور، ولی انعکاس این مسائل به جهانیان مسئله مهم نیست، چه از دید رسانه‌ای چه از دید لابی هایی که باستی انجام بشه. و خب این وظیفه به خصوص ایرانیان برون مرز هستش که دغدغه‌های همیهنانمون رو در داخل بتونن به گوش جهانیان از هر طریقی که میتوانن برسونن، در لول فرض کنین احزاب سیاسی، پارلمان ها و شخصیت های به هر حال تصمیم گیر در دولت های مختلف این کشورها، و البته صد البته در بخش خصوصی هم همینطور. فراموش نکنیم که خب با باز شدن این در و برداشته شدن تحریم ها، خب خیلی ها به قول معروف شکمشون رو صابون مالیدن که بدن در ایران سرمایه گذاری بکنن. اما خب بعضی ها هستن که میدونن که شرایط سرمایه گذاری در ایران به همین سادگی ها نیست و استانداردهایی که اونجا انجام میشه با دنیا متفاوت هست، ممکنه مجبورشن به یه ده رشوه بدن، چیکار کنن چیکار نکنن. در حال این وضعیتی است که ضمناً باید آگاهی داد به جامعه بین‌المللی که چه شرایط عینی در ایران هست، که آیا واقعا بخش خصوصی یا به اصطلاح در ایران واقعا دسترسی خواهد داشت، یا باز دوباره این مافیای حکومتی و تمام داردسته سپاه که به حال تمام جنبه‌های اقتصاد مملکت دستشون هست باز میان قبضه میکنن و خلاصه به قول معروف به جیب مردم چیزی نره. و این مقداری بار این مسئولیت با دنیا هم هست که توجه داشته باشن که شما تو دست این نظام بازی نکنید که باز دوباره رژیم تقویت بشه. آیا میشه این گفته شما رو پیامی به رهبران دولت‌های بزرگ دنیا تلقی کرد، همین جمله که در دستان رژیم جمهوری اسلامی بازی نکنید؟ خب میگم این وظیفه همگی ما هست که یادآور بشیم که جهانیان دقت بکنن. فردا اگر یک شرکت فرض کنید آمریکایی یا سوئیسی یا فرانسوی یا هر کدومشون بخوام بران در ایران و از دید اینکه حالا تحریم ها برداشته شده میشه رفت در ایران فرض کنید سرمایه گذاری کرد، دقت بکنن که این سرمایه کجا خواهد رفت، چه منفعتی برای مردم ایران خواهد داشت. نه که یه ده بیان به قول معروف تحریم ها رو وردارن که برای خودشون باز پول بسازن، حالا چه به نفع یک شرکت خارجی که باز دوباره منفعتش رو ایران نخواهد برد، یا بره به جیب آخونده و داردستشون که اونم باز به قول معروف مردم این وسط سرشون بیکنه. آقای جناب، به عبارتی میشه گفتش که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر علل خصوص بعد از ماجراهای مربوط به انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور اخیر ایران، سعی کرده سیاست خارجی رو با امنیت ملی مترادف کنه و از سوی دیگر هم این حوزه رو به گونه‌ای جلوه بده که در سیاست خارجی دنبال منافع ملی کشورمون هست. از سمت دیگه روشنفکران هم خیلی تمایلی به سیاست خارجی ایران و روشنسازی فعالیت‌های اون نشون نمیدن، علل خصوص کسانی که خودشون رو نزدیک به طیف اصلاح طلب در ایران میدونن و تأثیر گسترده‌ای هم در رسانه‌های فارسی زبان دارن، کوشش میکنن از روند این فعالیت‌ها به نوعی حمایت کنن. آیا تصور میکنید تو این فضا موازنه قدرت به سمت کمک به سیاست‌های دوروی جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی و داخلی پیش خواهد رفت؟
خب این روشنگرایی و رایزنی یکی از وظایف عمده بخش روشنفکری مملکت هست و در این قبال اگر سکوتی از جانب روشنفکران باشه خب تولید اشکال خواهد کرد، به این مفهوم که در واقع عملا باز میگم بازی میفته به دست نظام، در صورتی که به نظر من جامعه روشنفکری ایران باید رو این نکات دقت بکنند که تفاوت بین منافع ملی و تعریفی که مردم از منافع ملی دارن خیلی متفاوت هست از آنچه که نظام در اصل در جهت مصلحت خودش میخواد به عنوان و با ادعای منافع ملی غالب بکنه. من مصلحت نظام رو و منافع نظام رو خیلی متفاوت میبینم از منافع کشورمون و این چیزیست که بسیار جای شکافتن داره و کمبود این بحث رو کلن در این بحث بسیار روشنفکری میبینم و این خب اگر این کار تصحیح نشه خب لطمه خواهد زد به آنچه که به نظر من آگاهی دادن به جامعه هستش و بازی کردن تو دست رژیم یا سکوت در مقابل عملکرد نظام. نکته مهم دیگری که این وسط مطرح هست این هست که بسیاری تصور میکنند همین نمایندگان رژیم که به وین رفتن و توافق رو امضا کردن به دنبال منافع نظام خودشون بودن. حتی به صورت شایعه شنیده شد که اون چه که در وین به توافق رسیدن بر سر اون استمرار حیات سیاسی رژیم جمهوری اسلامی در ایران هست. آیا میشه این مسئله رو واقعی دونست بعد از در واقع کمد شایعات بیرونش آورد؟ آیا به راستی اون چه که روی میز وین قرار گرفت فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که نگرانی‌های جهانی هست، یا اینکه تهران به دنبال تثبیت حضور خودش برای 25 سال آینده بوده؟ خب قطعاً باز میگم از دید مصلحت نظام همه کار خواهد کرد که طول عمر خودش رو بیشتر بکنه و هر مانوری که در مقابلش باسی انجام بده قطعاً خواهد داد. شاید مقدار زیادی از این عقب نشینی بر اساس این بود که یه تضمینی بگیرن که دستشون تو عراق باز باشه و یا رژیم سوریه عوض نشه به طور مثال، که این لابلای صحبت‌ها از یه جایی من شنیده بودم که این مسئله مطرح بوده، حالا در قالب شما قرار دادین رو مسلما نخواهید دید، ولی پشت درهای بسته خیلی صحبت ها شده که هیچ کدوم ما واقعا به اون شکل خبر نداریم و البته خب دغدغه نظام همیشه بوده که برای خودش یک نوع تضمین ضمانت به اصطلاح بقا داشته باشه. به همین دلیل میگم که منافع ملی کشورمون در مقایسه با آنچه که مصلحت نظام هست به کلی متفاوت هست. مردم ایران 36 سال زیر نظام در عمل له شدن و یه چیزی فراتر از این وضعیت میخوان، میدونن که این نظام قابل اصلاح نیست، این کارم بارها امتحان کردن، هم در زمان خاتمی رو دیدیم، 2009 هم که دیدیم چی شد در انتخابات به قول معروف مربوط به جنبش سبز و این حرفا. به هر حال آنچه که میخوام بهش برسم اینجاست، فشاری که جامعه میتونه بیاره روی نظام برای عقب نشینی بیشتر چیزی نیست که ما بایستی انتظار داشته باشیم جزء سیاست خارجی کشورهای به اصطلاح غربی یا دیگران باشه. اون دغدغه ما مردم هست، ولی اگر جهانیان اعتقاد دارن که اهرم فشار روی نظام این بار در جهت تغییر نظام و نه تغییر رفتار نظام باشه، اینجاست که قضیه تفاوت پیدا خواهد کرد. یعنی در اصل ما باید جهانیان رو متقاعد بکنیم که این نظام نمیتونه تغییر رفتار بده، اصلا جنسش، هویتش، دلیل موجودیش چیزیست که با آنچه که ارزش‌های جهانیست جور در نمیاد. ما وقتی صحبت از آزادی میکنیم، وقتی صحبت از برابری میکنیم، وقتی صحبت از حقوق بشر میکنیم، وقتی صحبت از سکولاریزم میکنیم، اینها ارزش‌ها و باورهاییست که توی دی ان ای جمهوری اسلامی یا گروه های مثل داعش نیست و این یک در واقع مقابله ارزشی است، نه جنگ تمدنی است، نه جنگ مذهبی است، بلکه ارزش های متفاوتی است که مثل آب و روغن با هم قاطی نمیشه.
اگر ما مردم ایران دنبال این هستیم که بر اساس ارزش‌های انسانی و در یک جهتی که می‌خوام مملکت ما به دموکراسی واقعی برسه، مردم حاکم بر سرنوشت خودشون باشن، تمام آزادی‌ها و برابری‌ها و حقوق خودشون رو داشته باشن، عدالت اجتماعی داشته باشن و خیلی از مسائل، قطعاً این رو تحت یک نظام دیکتاتوری توتالیتر مذهبی به دست نخواهیم آورد و بنابراین ما در جهت تغییر نظام باید فکر بکنیم. نهایتاً دنیا باید متوجه بشه که منافع خودش در دراز مدت همگن هست با خواسته ها و ارزش هایی که مردم ایران نیز به اونها باور دارن. شما نمیتونید برید به عنوان یک کسانی که صاحب همون ارزش هایی که ما به دنبالش هستیم با یک نظامی سر و کار داشته باشیم که کلن و اساساً مخالف با این ارزش هاست. نمیتونین با هم همزیستی واقعی داشته باشیم. حالا به دلایل تاکتیکی، به دلایل ژئوپلیتیکی مانورهای داده میشه نمیشه، اون بحثی سلایده، اما حقیقت جای دیگری است و این حقیقت رو بسی شکاف و بارسترش کرد. ما مردم ایران بسی قسمت کار خودمون رو انجام بدیم، اما بایستی مطالبات مشخص از جانیان نیز داشته باشیم و این رو به شکل مشخص بیان بکنیم. اشاره جناب عالی به مسئله حکومت‌های توتالیتر که همین الان هم در گفتگوتون بهش اشاره کردین، اشاره بسیار کارشناسانه است. بحثی که اگر به تاریخ برگردیم می‌بینیم همواره گفتگوها و باز شدن دریچه‌ها به پایان عمر نظام‌های توتالیتر در واقع انجام میده. آیا تصور می‌کنی جمهوری اسلامی در چنین پیچی از تاریخ خودش قرار گرفته؟ در بحث‌های درونی که در بیت رهبری بوده و بین شخصیت‌های به هر حال تصمیم‌گیر در نظام جمهوری اسلامی، این دغدغه و نگرانی مسلماً ملموس بوده. خود آقای خامنه‌ای اشاره کرده به این مسئله در گفتگوهای درونی خودشون که ما اگه روی این مسئله وابدیم بقیه‌اش هم پشت سرش میاد، یعنی حقوق بشر و خیلی مسائل دیگر، و یه مقاومت حداکثری رو سعی کردن نشون بدن. از طرفی شاید یه مقدار این بازی در جهت بازی درونی رژیم باشه که بخوان یه مقداری به قول معروف میدان بدن به اصطلاح با آقای روحانی و نهایتاً ببینن به جزئیاتی نرسه که باز دوباره اصولگرایان بتونن بیان سر کار و جلوی این حرکت گرفته بشه به خاطر درگیری‌های درونی خودشون. به هر حال این وسط میگن جمهوری اسلامی بسیار در یک وضعیت بغرنجی قرار گرفته و این رو من نهایتاً به سود جامعه میبینم. از این لحاظ بود که اعتقاد داشتم که خوبه که این قرارداد انجام میشد، بلکه به هر حال فشار از رو مردم برداشته خواهد شد، امکانات اقتصادی امیدوارم بیشتر برای مردم البته پیش بیاد که قطعاً اون موقع مردم میتونن ریسک‌های بیشتری بردارن و طبقات بیشتری و مطالبات بیشتری داشته باشن و این اهرم فشار درونی بر نظام به هر حال خواهد بود. جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه بهانه بیاره مثل رژیم کاسترو که سالها گفتن وضعیت اقتصادی ما به خاطر اون به قول معروف امبارگویی که بر علیه ماست. الان هم جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه بهانه تحریم رو بیاره برای توجیه وضعیت وخیم اقتصادی. مردم خواهند گفت حالا دیگه بهانه‌تون چی هست به قول معروف. نهایتاً به اینجا میخوام برسم که این فشار رو البته باز جهانیان نیز هم ادامه بدن. در همون گفتگوی که داشتیم در ارتباط با مسئله مربوط به حقوق بشر و اینجور مسائل، ببینید حکومت‌های توتالیتر از شورویش گرفته، حکومت‌های نجات پرست به افریقای جنوبی، خیلی نظام‌های دیگری بودن که با باز شدن درها زودتر فرو پاشیدنشون پیش اومد. کره جنوبی هنوز سر جاش هست، ببخشید کره شمالی همچنان سر جاش هست، اما کسی به اون شکل کاری بهشون نداره، کاملا ایزولهشون کردن. البته خب رژیم کره شمالی در هدف صدور یک انقلاب ایدئولوژیک هم ضمناً نداره، اونجا نشسته واسه خودش. ولی در این مورد درها باز بشه، این نهایتاً به ضرر یک نظام دیکتاتوری و توتالیتر هست و به نفع جامعه. از این بابت من فکر میکنم باستی جای نگرانی داشته باشیم، ولی این به این مفهوم نیست که باستی دست رو دست گذاشت و تماشاچی بود. الان یک فرصتی برای مردم ایران ایجاد شده که از این فرصت باید حد اکثر استفاده رو بکنن و اینجاست که به نظر من توپ تو میدان از یک طرف رژیم هست در ارتباط با برخوردش با جهان، ولی از سوی دیگر توپ تو زمین ما مردم ایران هست که از این موقعیت بیشترین استفاده ممکن رو ببریم.
مشخصا جناب عالی در مقام رئیس شورای ملی ایران نامه سرگشاده‌ای رو به مقامات کشورهای مذاکره کننده نوشتید و در اون به راهکارهای اشاره کردید برای دوران پس از توافق، و خب علی‌رغم اینکه برخی از فعالان و کنشگران سیاسی و رسانه‌ای از موافقت شما با انجام چنین توافقی تعجب کردن، ولی شما پیشتر این موافقت رو در راستای منافع ملی ایران اعلام کرده بودید. اون ابزاری که شما به دولت‌های بزرگ در واقع معرفی کردید برای کنترل رفتارهای رژیم یا حداقل نحوه هزینه کرده پول‌های بلوکه شده ایران که به ایران برمیگرده یا در اختیار مقامات رژیم قرار می‌گیره، میشه خواهش کنم در موردش بیشتر صحبت کنید و توضیح بدید که چه بوده؟ خب این تمام تاکید بر این هستش که تا اونجا که ممکن هست این مسئله رو بس دنبال بکنن. ضمانت اجرایی البته ابتدا به ساکن نخواهد بود، اما حداقل اگه توجهات روی مسئله باشه، اگر رسانه های بین المللی به این مسئله دقت بکنن، اگر این صحبتی باشه که در پشت ذهن تصمیم گیران دولت‌های خارجی باشه یا به خصوص تو بخش خصوصی که میخوان برن ایران رو برگردن به قصد حالا یا سرمایه گذاری یا توسعه اقتصادی، این نکات رو در نظر بگیرن و ارتباط خودشون رو با جامعه مدنی ایران، با رسانه‌های ایران، با روزنامه‌نویسان ایران، با روشنفکران ایران که در این مورد قطعا میتونن به قول معروف مچ رژیم رو بگیرن در جایی که عملا پیداست که این مسئله رعایت نمیشه یا پولا حیف و میل میشه یا اصلا رقمهای سرسام‌آوری معلوم نیست اصلا به کجا رفته، دست کی هست. این سوالات بسیار موجهی که باز پرسیده بشه، مسلما رژیم نمیتونه این وسط به قول معروف زیرسیبیلی در بکنه و جا خالی بده. این وظیفه ماست که همراه با جهانیان که ازشون میخوایم روی این نکات دقت بکنن از درون هم دنبال بکنیم. سوالات بسیار موجهی که مردم حق دارن بپرسن و این دیگه مسئله محاربه با خدا نیست که بخوان یه درو بر اساس این زندانی کنن و اعدام بکنن. این سوال خیلی موجهی است که آقا جان پول رو کجا دارین هزینه میکنین؟ جواب بخواید. عذرخواهی میکنم ازتون، ولی اصولا اینجا یک سوالی برای من پیش میاد. سابقه فعالیت رژیم جمهوری اسلامی نشون داده که هرگز خودش رو پاسخگوی به ملت ندونسته. آیا تصور میکنید این توافق سرفصلی است برای پاسخگو کردن مقامات تهران؟ به هر حال وقتی که ببینید، شاید از دید دیپلماتیکش بخوایم بگیم، خب بسیاری از این شخصیت‌ها در ارتباط با این مذاکرات در طول تمام این سال‌ها خیلی در ارتباط با فشار آوردن رو رژیم به دلایل دیگر از پرونده هسته‌ای کوتاه اومدن، به علت تقدمی که دادن به حل مشکل پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و بهانه نتراشیدن برای رژیم که بیان شما وسط این مذاکره با ما می‌خواید ضمناً زیرآبمون رو بزنید، چون جمهوری اسلامی میتونه که مشکل اصلیش در نهایت برخوردش با مردم خودش هست اگه جهانیان بخوان توجه خاصی به این مسئله قائل بشه. حالا که این مشکل رفع شده، حداقل در ظاهر رفع شده، حالا در عمل خواهیم دید، ولی لااقل این قرارداد برقرار شده، زبان دیپلماسی بین المللی و سیاستمداران خارجی به نظر من بیشتر باز خواهد شد از قدیم. یعنی به این مفهوم که اگر نمیخواستن بهانه‌ای به دست نظام بدن که این مذاکرات به شکست برخورد بکنه، خب اگه مسئله بیشتری رو میز میذاشتن احتمال شکست این قرارداد بیشتر میشد. این به مفهوم این نیست که به فکرش نیستن، اما شاید نخواستن در این مورد زیادی فشار بیارن که اصلا خطر انجام نشدن این قرارداد اتفاق بیفته. ولی حالا که قرارداد انجام شده، فکر کنم اینجاست که من میگم ما باید از دنیا بخوام خب این مسئله قطعا فقط این نمیتونه باشه، دغدغه‌های مشترک دیگری هست، مسئله حقوق بشر در ایران، و از اونجا میشه شروع کرد و ادامه داد. به هر حال من فکر کنم این مسئله باعث میشه که زبانها بازتر بشه و نه بسته‌تر. نکته بعدی که شاید برای بسیاری از هموطنان ما سوال باشه، در چند ماه گذشته به صورت مشخص در مورد دو کشور عربستان سعودی و اسرائیل در رسانه‌های جمهوری اسلامی و البته در برخی از رسانه‌های فارسی زبان
پوشیده شده این دو کشور رو مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای همراه با جمهوری‌خواهان یا به عبارتی بهتر نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا و سناتورهای جمهوری‌خواه تلقی کنند. آیا فکر می‌کنید این مخالفت‌هایی که این دولت‌ها، یعنی دو دولت عربستان سعودی، دولت اسرائیل و همچنین نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا با این توافق دارند، میتونه تأثیری در آینده فعالیتی که به عنوان منع ایران از تولید تسلیحات هسته‌ای در افکار عمومی مطرح شده داشته باشه یا خیر؟ خب علت اصلی نگرانیه و شاید میخوام بگم حتی یک نوع عصبانیت از جانب هم اسرائیلی ها و هم عرب ها هستش، عربستان سعودی، در ارتباط با سیاست خاص دولت فعلی آمریکا که فکر کنم از دید اونها فکر کنم که خیلی کوتاه اومدن و خیلی در واقع یک حالت ساده لوحانه به قضیه برخورد کردن و مشکلات و دردهای منطقه‌ای رو کاملا مخصوص اسرائیل به دلایل پروازهش که مدت هاست این دغدغه رو داشته، از زمانی که جمهوری اسلامی به هر حال در لبنان، در سوریه، حزب الله، نمیدونم حماس، گروه های تروریستی رو حمایت کرده، اسلحه فرستاده و به هر حال بارها اسرائیل رو تهدید کرده، دغدغه خودشون رو دارن. دخالت ایران در یمن و تهدید از روز اولش و زیر سوال بردن نظام سعودی چیز تازه‌ای نیست. این یک مسئله بود که اگه مدت‌ها به قول معروف زیر آب بود، دیگه الان دستور رو شده و برخورد کاملا مستقیمی می‌کنن و این دغدغه منطقه‌ای نمی‌خوام بگم اصیل نیست، ولی نهایتاً مشکل برمیگرده رو تغییر نظام در ایران. اینجا می‌خوام به این نکته برسم که بیشترین دولت‌های منطقه‌ای، حالا اسرائیل باشه، عربا باشن، می‌دونن که تا زمانی که این نظام جمهوری اسلامی سر کار هست، بسیاری از این مشکلات منطقه حل نخواهد شد. چرا؟ چون اساس موجودی جمهوری اسلامی بعد با هدف تحمیل هژمونی منطقه خودش همیشه تولید بحران و عدم ثبات بوده، در صورتی که منافع منطقه در جهت صلح و آرامش و ثبات هستش که یک دولت مسئول و دلسوز مردم در جهت منافع ملی ایران، کاری که جمهوری اسلامی از زمان تأسیسش دنبال کرده به وجود نمی آورده که این همه تشنج در منطقه و مخالفت در منطقه نسبت به خودش جلب بکنه. اینجاست که بایستی تکلیف نظام رو از تکلیف ایران جدا کرد و تا زمانی که سیاست جهانی، به خصوص سیاست ساده لوحانه آمریکا، حالا چه محافظه‌کارا سر کار باشن چه دموکرات‌ها سر کار باشن، این مسئله از زمان ریگان دیدیم و هیچ فرقی برای من بین دولت ریگان و بوش و کلینتون و اوباما و بوش پسر نبوده، چون نهایتاً اینا همیشه در جهت تغییر رفتار رژیم عمل کردن، نه با ایده که این نظام بایستی نهایتاً از بین بره. نمیگم البته که بایستی دنیا لشکرکشی بکنه یا امریکا بخواد مثل افغانستان و عراق وارد جنگ با ایران بشه، نه، وظیفه تغییر به دست مردم همون کشور هست، ولی شما میتونستین مردم این کشور رو کمک بکنید که از حکومتی که دلخواهشون نیست بتونن پس بیان. منطقه هم دنبال همین نهایتاً خواهد بود، چون مشکل رو همه میدونن، خود این نظام هستش و جنس که نظام داره. مردم دنیا مشکلی با مردم ایران ندارن، مردم دنیا یا دولت‌های خارجی مشکلشون با نظام جمهوری اسلامی هستش. در دنیای دیپلماسی البته شما مجبور هستید با حکومت‌های موجود سر و کار داشته باشید، ولی این به مفهوم تأیید نیست. متأسفانه غرب تا مدت زیادی کوتاه اومد روی مسئله و این خب خیلی به منافع ملی کشورمون لطمه زد به سود مصلحت نظام. این معادله باعث عوض بشه. ولی من در ارتباط با این قرارداد، حالا کاری به موضع اسرائیل یا ریپابلیکن های امریکا یا عربستان سعودی ندارم، من باز از دید منافع مردم ایران به این قضیه نگاه میکنم. هرچقدر دست مردم ایران در نتیجه این برداشت شدن تحریم ها بازتر بشه، این نهایتاً به سود جامعه است و نه الزاماً به سود نظام. البته در اینجا میتونم اضافه بکنم چیزی که تا به حال مطرح نبوده،
که برداشته شدن تحریم های اقتصادی در ارتباط با این قرارداد هسته‌ای یه بحثه، اما ادامه یه سری تحریم های هدفمند برای تنبیه عملکرد این نظام به مفهوم منافع مالی شخصیشون که سران نظام هستش و اینا قابل اصلاح محدود شدن هستش، و یا تنبیه مقامات جمهوری اسلامی که اگه همچنان در نقض حقوق بشر در ایران دست بر ندارن، خب چرا بایستی دستشون به همه جای دنیا باز باشه و بتونن جا به جا بشن و برن؟ این یه ربطی به مسئله اقتصاد و سرمایه‌گذاری رو در ایران نداره. این تنبیه شدن مقامات هستش و این یک نوع تحریم هوشمندانه است که ضرر اقتصادی به جامعه نمیزنه ولی ضرر شخصی به مقامات نظام میتونه بزنه، و اینجاست که میشه مسائل رو تغییر داد و از این دروازه دیگه باره شد در جهت اینکه برسیم به اون مرحله که نهایتا نظام به فروپاشی برسه و از شرش بتونیم خلاص بشیم، هم به نفع خودمون مردم ایران و هم به نفع دیگرانی که در منطقه دغدغه‌ای رو دارن که با بودن نظام همینطور وضعیت بحرانی باقی خواهند. حضرت عالی در ابتدای گفتگومون اشاره کردید به این که این توافق تونست سایه یک جنگ قریب الوقوع رو از ایران دور کنه. آیا فکر میکنید انگیزه لازم برای یک چنین جنگی در منطقه یا در میان قدرت‌های جهانی وجود داشته و اساساً از سوی دیگه این تبلیغ گسترده‌ای که مقامات تهران در راستای توان نظامی خودشون میکنن تا چه اندازه به واقعیت‌های نظامی موجود در کشور نزدیکه؟ خب این خطر دسترسی نظام به سلاح هسته‌ای چیزی هستش که یه برخورد جدی رو در مقابل میتونستیم در انتظارش باشیم. یعنی فکر کنم این یک تهدید تو خالی نبود، من این مسئله خیلی جدی تلقی میکردم و به همین دلیل نگران بودم که اگر چنین وضعیتی پیش نیاد این خطر بیشتر میشه. حالا یه عده ممکنه باور داشته باشن که اگه به ایران یک برخورد نظامی میشد نظام پشت سرش سقوط میکرد و این شاید فرجی بود برای خلاص شدن از نظام. من الزاماً به این مسئله اعتقاد ندارم. همیشه وقتی یک کشوری مورد حمله قرار میگیره حتی بدترین نظام ها میتونن یک جوری به اون رگ غیرت و غرور ملی دست بزنن و بیشتر جامعه میاد پشت سر یک سیستم خودشون قرار میگیره تا در مقابله با اون. و اونا که فکر میکنن که با حمله به ایران از نظر نظامی این باعث سقوط رژیم میشد یا مردم این رو استقبال ازش میکردن، به نظر من این یک برداشت غلطی است. فقط اونجوری که من از طرز فکر همیهنانم آگاه هستم و اصولا چطور ممکنه به عنوان یک وطن پرست میهن پرست من بتونم قبول بکنم که به کشور من حمله بشه حتی بر علیه یک نظامی که باهاش دشمنی کامل داریم و الان سر کار هست در کشورمون؟ نه، من به هیچ عنوانی تحت هیچ سناریو نمیتونم یه حمله نظامی به کشور خودم رو قبول بکنم و تایید بکنم. بنابراین از این لحاظ خوشحالم که لااقل با این قرارداد ما در اون جهت پیش نمیریم و راه‌های دیگری هست که ما بتونیم به هدف خودمون برسیم بدون اینکه بخوایم متکی باشیم به یک عامل خارجی. فراموش هم نکنیم که هر بار یک کشور خارجی اومده و وضعیت جغرافیایی یا سیاسی کشورهایی را از طریق مداخله نظامی عوض کرده، رشته کنترل رو نهایتاً در دست خودشون میگیرن و نمیسپارن به مردم اون کشور. و چه فرقی میکنه که جمهوری اسلامی کشور ما رو کنترل بکنه یا یک کشور خارجی که به عنوان یک اشغالگر اونجا نشسته؟ این باز به نظر من در جهت استقلال و آزادی یک کشور نمیتونه باشه. ما مردم ایران بایستی آزادی و استقلال خودمون رو از طرق دیگری جستجو بکنیم، ولی از جهانیان بخواهیم که حمایتمون بکنن از طرق بدور از خشونت و همایش‌های مدنی برای فشار آوردن متقابل برای این نظام که عقب نشینی بکنه و تن بده به آن چیزی که ما در واقع یک سوال خیلی ساده و موجه می‌کنیم: حق برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین سرنوشت خودمون. و از دو حال خارج نیست، یا جمهوری اسلامی داوطلبانه صحنه قدرت رو ترک خواهد کرد و اجازه خواهد داد که در مورد بقای خودش حتی یه رفراندوم در ایران انجام بشه، یا قبول نخواهد کرد که در این صورت چاره نداریم به غیر از براندازی نظام. و این توقع ما هست از جهان که بفهمن که ما صورت مسئله رو به این مسئله میرسونیم که ما اصلا حق انتخاب آزاد در کشورمون نداریم. بنابراین چطور ممکنه یک نظام ادعای مشروعیت بکنه وقتی رأی مردم رو قبول نداره؟
و بنابراین شما اگه بخواید ادامه بدین کار رو در یک حالت استاتوسکو با یه نظام غیر مشروع، در واقع یه سیلی زدید به صورت میلیون ها مردم یک کشور و اینجا صورت مسئله. حالا که این بهانه این که حالا مذاکره میکنیم و رژیم رو تهدید نکنیم و اپوزیسیون رو سپورت نکنیم و صداشون رو سانسور بکنیم که خدای نکرده رژیم نگه که آها شما دارین از پشت مخالفین ما رو حمایت میکنین، این بهانه دیگه سرای جهان نیست حالا که این قرارداد انجام شده. حالا بایستید بررسی چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خودمون باید هوشیار باشیم و کار خودمون بکنیم، اما مطالبات خودمون رو از جامعه بین المللی فراموش نکنیم، چون این یه مسئله بسیار مهمی خواهد بود در ادامه کار. دقایق کوتاهی تا پایان گفتگومون فرصت داریم شاهزاده. یک نکته، قدرت‌های منطقه‌ای، رقابت ایران و عربستان. شما پیش از این هم در اظهار نظر دیگری گفتید که این توافق باعث میشه که تمایل کشورهای رقیب در منطقه به دستیابی به سلاح هسته‌ای هم کاهش پیدا کنه یا کنترل بشه. اما از سوی دیگه برخی کارشناسان معتقدند که این توافق به نوعی دامن زننده به نوعی درگیری نظامی مستقیم یا نظامی غیر مستقیم، جنگ نیابتی که امروز در یمن هست، بین ایران و عربستان یا حتی نوعی جنگ اقتصادی بین این دو قدرت منطقه‌ای خواهد بود. آینده روابط ایران و عربستان رو در پس این توافق چگونه می‌بینید؟ خب در وضعیت کنونی من فکر نمی‌کنم که این اختشاش یا برخورد متقابل از بین خواهد رفت، برای اینکه دغدغه 5 به علاوه 1 بیشتر یک نظر بیشتر غربی بود به مشکل تا از این دید منطقه‌ای. جمهوری اسلامی به هر حال به هر قیمتی هست سعی خواهد کرد در تثبیت هژمونی خودش از هر راه دیگری که میتونه این کار ادامه بده، و این شامل اون مسئله مربوط به مذاکرات سر پرونده هسته‌ای نبوده. بنابراین بازی استراتژی خودش رو جمهوری اسلامی از منطقه ادامه خواهد داد و خب میشه انتظار داشت که مقابله با این طرز برخورد از جهت بلوک کشورهای حوزه خلیج فارس هم خواهد بود. با تأسف این رو البته دارم میگم. اگر سوال این هستش که فراتر از این نظام رابطه کشور ایران با همسایگانش چطوری میتونه باشه، جای دوری نریم. ایران یک کشوری بود که رابطه حسانه با تمام همسایگانش داشت. ما حتی در زمان جنگ سرد با شوروی روابط درستی داشتیم با اونها، چه برسه به الان که دیگه اون دوران نیست و میتونیم رابطه حسانه 360 درجه داشته باشیم، ولی با توجه خاصی به منطقه آنی خودمون، به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان، سعودی و بقیه این کشورها. خب طبیعتاً ایران با یک حکومتی که مسئول باشه و دلسوز منافع ملی مردم باشه، اولین هدفش برقراری روابط حسنه و همکاری با همسایگانش هست برای ایجاد ثبات و آرامش و صلح. درست جهت متفاوت هدف و فلسفه موجودی جمهوری اسلامی. اولین تیر ترکش رو جمهوری اسلامی در واقع شلیک کرد از زمان خمینی. اولین حرفی که خمینی زد زیر سوال بردن در واقع مشروعیت خانواده سلطنتی عربستان بود در به اصطلاح تولیت مکه و مدینه. از طرفی هم فراموش نکنیم که اصلا جمهوری اسلامی پدرخوانده تروریسم بود. از در وهله اول اصلا این برخورد اسلام سیاسی یا اسلام رادیکال رو پایه‌ریزیش رو جمهوری اسلامی شروع کرد، خیلی قبل از اینکه در افغانستان گروه به قول معروف بن لادن و اون جریان را بیفته، یا الان داعش که در واقع عکس عمل و پاسخ یه نوع رادیکالیسم سنی در مقابل رادیکالیسم شیعه‌ای که جمهوری اسلامی باعث و بانیش بود. خب مسلما با از بین رفتن یک نظامی که پایه‌گذار این نوع تروریسم و رادیکالیسم مذهبی بوده، یه آرامشی به منطقه برخواهد گشت و اون ضدیتی که بلوک سنی در مقابل بلوک شیعه به وجود آورده، خب مسلما تحلیل پیدا خواهد کرد و نهایتا هم رفع خواهد شد، چون یک رابطه حسنه مجدد برقرار خواهد شد با کشورهای منطقه. این چیزی است که به هر حال فکر کنم جزء مسائلی است که در سیاست خارجی کشورمون زمانی که یه حکومت مسئول دوباره برگرده سر کار، قطعا خواهیم تونست انتظار داشته باشیم از خودمون، و این تاثیر مثبتی در منطقه خواهد داشت. شاهزاده، برخی معتقد هستند که اینکه مقامات کشورهای غربی یا قدرت‌های جهانی به عبارتی ترجیح میدن با مقامات تهران صحبت کنن، وجود یک آلترناتیو جدی و
قابل اعتماد در خارج از ایران یا در مقابل جمهوری اسلامی هست. من نمیدونم این گفته تا چه اندازه صحیحه، ولی باور دارم که شورای ملی مهمترین بخش اپوزیسیون فعاله که خودش رو تونسته به عنوان نماینده بخش عمده ای از دیدگاه‌ها و آرای دموکراتیک مردم ایران معرفی کنه. میتونم خواهش کنم بدونم که شورای ملی در خصوص مشخصا وضعیت پرونده هسته‌ای از ابتدا تا به امروز چه مسیر رو طی کرده و آیا تأثیری از سوی شورای ملی روی روند این مناسبات انجام شده گذاشته شده یا نه؟ اینکه تأثیر گذاشته شده رو واقعا نمیتونم بهتون پاسخی بدم. حد میزنم مقدار زیادی در نتیجه بعضی صحبتهایی که تکرار شده قطعا این چیزهایی شنیدن و براشون تأثیر مثبت داشته، اما به عنوان یک چیزی که بتونم بهتون ثابت بکنم ندارم. امیدوارم اینطور بوده باشه. منتها مهم اینجاست که در هر بحث مربوط به یک آلترناتیو، هر جریانی که بخواد به نمایندگی از مردم ایران در سطح جهانی عمل بکنه بتونه واقعا بر پایه و اساس شواهد و مدارک موجود این رو به اثبات برسونه. شورای ملی هدفش در وهله اول یک هدف مقطعی بوده برای جستجوی شرایطی که در آن بتوان در کشورمون اندازه‌گیری بکنیم خواست مردم رو از طریق صندوق رأی، که اونم برمیگرده به مسئله برگزاری انتخابات آزاد در کشورمون. ولی فراتر از این ما فقط هدفمون این نیست که بخوایم انتخابات برگزار بکنیم، ما می‌خوایم یک روندی و یک به سؤال معروف راهی رو در جهت بازسازی کشورمون ارائه بدیم به جامعه که بتونیم خودمون رو از نو به قول معروف بسازیم. و این راه و این نقشه راه به قول معروف چیزی است که داریم روش کار میکنیم با همکاری مستقیم با کنشگران داخل کشور، به خصوص در بخش مدنیش و بخش روشنفکریش و همچنان گروه های مختلفی که در سکتورهای مختلف جامعه هستن، بخش کارگری، بخش روستایی و خیلی مسائل دیگر. و این در اصل یک نقشه است که نشون میده که ما یک برنامه‌ای برای بازسازی کشور چه در کوتاه مدت چه در دراز مدت هم روش فکر کردیم و فکر کنم جلب اعتماد و توجه جهانیان در اون جایی بیشتر خواهد بود که بدونن که در مقابل این نظام یه چیزی هست که بتونه بیاد و خلع رو پر بکنه. یک کارشناسی هست، عده زیادی بهترین مغزها و از دید حرفه‌ای و تخصصی هستن که میتونن برای مسائل ایران برنامه ریزی بکنن و طرح و پروژه ارائه بدن. این حتی برای مصرف عمومی مردم خودمون مهمه. ببینید 36 سال پیش وقتی که به قول معروف مخالفین نظام پیشین میگفتن که خب فعلا شاه بره بعد ببینیم چی میشه شوش کی نمیدونست و نتیجه هم متاسفانه دیدیم که چی شد. ما امروز بعد از 36 سال نمیتونیم بیایم به مردم ایران بگیم که خب این نظام بره بعد ببینیم چی میشه. این بار بایستی کاملا توجیه کرد که چرا این نظام بده، جاش چی میتونه بیاد، چه منافع و به اصطلاح جنبه های مثبتی برای مردم خواهد داشت و چگونه میتونن بهش دست پیدا بکنن در فازهای مختلفش. و بعد پروژه های دراز مدت برای که خب یک افق کشورمون در 20 سال 30 سال 40 سال آینده چه خواهد بود. تمام این مسائل رو از یک دید کارشناسی میتوان و داریم بررسی میکنیم و ارائه داده خواهد شد به زودی به همیهنانمون، ولی در گفتمانمون در سطح بین‌المللی خیلی مهمه که این رو نیز درک بکنن که مسئله فقط این نیست که ما از شر رژیم خلاص بشیم. میدونیم چیکار داریم میکنیم، میدونیم به کجا میخوایم بریم و این برنامه و این پروژه ها رو در نظر گرفتیم و خیلی از کارشناسانی که روی مسائل مدت هاست در ایران کار کردن، اینطور کجاست گوش شنوا، فکر نکنید در ایران کم کار شده. خیلی از متخصصین ما در بخش های مختلفی حتی در مسائل مربوط به محیط زیست و مسائل دیگر کار کردن، برنامه دارن، پروژه دارن، اما نظام نه بهش توجهی میکنه نه هزینه‌ای میکنه به خاطر اینکه اهمیت نمیده. بنابراین ما از صفر شروع نمیکنیم. اینا خیلی مهمه که در این دیالوگی که بین داخل و خارج هستش، چه مسئولی که مربوط به خودمون میشه در داخل کشور، چه بحث که باید در سطح بین‌المللی داشته باشیم، ما بتوانیم این ایده ها رو به قول معروف دنبال بکنیم و رو کاغذ بیاریم و این همون هدف و پروژه و نقشه راهی خواهد بود که میتونیم روش به هر حال برنامه ریزی بکنیم و در واقع یک اپوزیسیون
پوشالی نباشیم که فقط یک ادعای و یک شعار سیاسی میده ولی پشت سرش برنامه و ساختار و پروژه نباشه. این بار باید کار اساسی کرد و تمام تلاش من حداقل این بوده که از این طریق بتوانم این خدمت رو به کشورم کرده باشم، با همکاری همیهنانی که در این مورد سالهاست که دارن زحمت میکشن، تلاش میکنن و بسیاری از متخصصینمون چه در داخل چه در خارج از کشور که به این کار گماشته شدن که بتونیم این کار رو به بهترین وجه پیاده بکنیم. شاهزاده، ما در آستانه مجمع عمومی شورای ملی هستیم در آتیه بسیار نزدیک. نکته کوتاهی رو میخواستم بدونم که آیا پیامی شما مشخصاً برای خصوصاً ایرانیان فعال و کنشگران فعال در خارج از کشور دارید که اعلام بفرمایید؟ امیدوارم البته به مناسبت برگزاری مجمع عمومی حتما در آتیه نزدیک مجدداً میزبان شما در رسانه خودتون باشیم، ولی مشخصاً در حال حاضر آیا پیامی برای کنشگران دارید؟ به نظر من کنشگران باید بدونن که ما در همطور که الان بهتون توضیح دادم در جستجو این هستیم که واقعا بهترین راهکارهای ممکن رو جستجو بکنیم برای پیاده کردن این پروژه ها و برنامه ها در فازهای مختلفش در ارتباط با مسائل کشورمون. اینجا یک باشگاه تفریحی نیستش. شورای ملی واقعا یه محل کار و تولید کار و برنامه هستش. بنابراین کنشگران سیاسی باید قضیه رو جدی تلقی بکنن، بیان فعال بشن، عضو بشن در کمیسیون‌های مختلفی که این شورا داره، در تمام مسائلی که دغدغه خاصشون ممکنه باشه، مسائل مدنی کشور هستش، مسائل زیست‌محیطی هستش، مسائل حقوق بشر هستش، روابط بین‌المللی هستش و خیلی مسائل دیگر، و جلب تمام این نیروها رو می‌خوایم برای که بتونیم کار تولید بکنیم و میگم یک اپوزیسیون شعاری نباشیم بلکه یک برنامه سازمانیافته‌ای باشیم که بتونیم پروژه، برنامه و طرح ارائه بدیم که کمکی بشه برای همیهنانمون در داخل کشور در جهت آماده کردن شرایط برای این فازهایی که در پیش خواهیم داشت. سپاسگزارم شاهزاده رضا پهلوی که مستقیما از پاریس همراه ما در زمان انتخاب این شنبه بودید. بدرود. و از شما بینندگان گرامی هم سپاسگزارم که همراه با ما بودید. وقت خوش، خدا نگهدار.